بر همه بینندگان گرامی و درود و کسانی که این کار رو میگردانند به این خوبی که شما و ما روبروی هم نشستیم. واقعا اگر تلویزیون پارس نبود و این برنامه زیبای زرتشت رو نیاورده بود، الان حدود 11 ماهه ما حدود 10-12 تا پروفسور رو آوردیم اینجا. واقعا سپاس فراوان و درود بر تلویزیون پارس. امروز ما سرود 14 همش زرتشت، تنها و تنها در 7 سرود پیام پاک خودشو گفته. امروز ما 14 داریم و من هم اکنون یه بندی به خود زبان گاتا یا زبان که زرتشت این سرود و سروده میخوانم. اتشاو ما یواو بندوو پفریم ازشتو یه دو شرط ریش چخشن و شاو اشاو مزدو ونگوهی یاوزاو گیدی موی آو موی عرباو احیاو وو اوشو ویداو مننگاو. مزدو ای خداوند جان و خرد، من که میخواهم مردم بد را به راه راستی به خرسندی برسانم، بندو یا باید بگیم بندو همواره و بیش از همه در برابر من ایستادگی میکند، با پاداش نیک و خوب به سوی من بیا تا به یاری منش نیک اندیشه نیک برای او روشنایی بجویم. بندو همون واژه بنده فارسی است و در اوستا و سانسکریت بندوا و بندو تنها و تنها دوست و همبند را میگویند، نه اون بنده ای که ما ازش ساختیم. در داریوش هم هنگامی که میگوید من بندوا بنده من اون بنده امروزی نوکر و چاکر و این چیزا نیست، دوست رو میگوید. همش گفتگو درباره دوست بوده و این نام یکی از سرایندگان رگ‌ودا باید گفت ارزشمندترین سرودهایی که 1028 سرود داره این رگ‌ودا به جای 17 آنچه که زرتشت به ما داده، 1028 بسیاری از این سرودها رو همین بندوا یا بنده که نامش بوده
این اون سروده و هنگامی که نگاهی به این 1028 سرود میکنیم میبینیم همش در ستایش این خدا و اون خدا و اون خدا و اون خدا و اون همش ستایشه، همش واژه‌ای که ما امروزا دیو میگیم و به چم بد آمده آن نیست، دیوا یا به سانسکریت دیوا یعنی درخشان، درخشان این خدایانی که درخشان بودن براشون، اینها هم چنان سرودهایی می سرودند که همه می بخشید گفتگو از پندار بافی بود، خود سرود پندار بود، پیامی نداشت. یه چیزایی به دست کسانی داده بودند که اینها تا می توانستند از مردم که کورکورانه ازشون پیروی می کردند از اونها همش مال می گرفتن، یا اون زمان پول نبود، دارایی به دست می آوردن و اونها رو همچنان کور نگه می داشتن. زرتشت آمد گفت باید هممون نه تنها با دانش باشیم بلکه دانشمند باشیم، همه باید دانش ها بهترین دانش های جهان رو بیاموزیم و با اون دانشی که بسنجیم آن چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. به هر روی ما میبینیم کسی که بیش از همه دشمن زرتشت بوده اون این بندوا هست. زرتوش در دومش میگوید این کار بندو مرا پریشان کرده، زیرا آن کیش دروغ است که از راه فریب مردم را از راستی و درستی باز می دارد. او ای مزدا نه آرامش افزاینده را برای خود نگه داشته و نه با منش نیک هم پرسی کرده، یعنی کاری نکرده که اندیشه نیک را به کار ببره و همه چیزا رو بسنجه. اما ای دانا، این دستور برای گزینش گذاشته شده. پیام زرتشت باید اون رو برگزید، سنجید و برگزید و آن این است که راستی به آیین سود میرساند و دروغ آزار. خود واژه دروغ من گفتم اون نیست که ما امروزا میگیم یک چیزی راست و دروغ. خود دروج به اوستا، دروغا به پارسی باستان هخامنشی و دروح به سانسکریت یعنی آزار، یک چیزی که آزار برسونه. و برای همین میگه که راستی به آیین سود میرساند و دروغ آزار. برای همین با منش نیک
همبستگی میخواهم. زرتشت میخواه باید با اندیشه نیک باشه و با دروغکار همه وابستگی ها را از خود دور میدارم. کسانی که از راه خرد، از راه خرد بد و با زبان خود خشم و ستم را می افزایند، در میان مردمی که سازنده و آفریننده می باشند بیهودگانی هستند که هنوز کردار نیک و کردار بد آنان را کردار بد آنان را از میان نبرده است. همینان هستند که در دین دروغکاران دیوان را ساختند. واژه دیو، هم چنان که گفتم دیو در هم سانسکریت هم اوستا دو معنی داره. یکیش درخشیدن، یکیش هم فریفتن. زرتشت در این سرودها که خودش شاه سرود سرایانه، سرود سرپرست سرود سرایانه است، به بسیار به باید گفت با آرامش گفته ای دیوان، شما آفریده فریب هستید، به اون معنای دیو فریفتن. ولی زرتشت میگه اما کسانی که از راه خواهش و نیایش وجدان خود را با منش نیک سرشتند، با اندیشه نیک، هر کدام از آن آرامش هستند. کسی که اندیشه نیک رو داره آرامش رو داره. و چنین کسانی به راستی آزاده هستند. چنین کسانی آزاده هستند و همه ای خدا در شهریاری تو بسر میبرند. کسانی که روشنندیشن، با دانشن، هیچ کاری رو کورکورانه و چشم بسته نمیپذیرن، اونها اینا هستن. من از تو ای دانا که خداوند جان و خرد و راستی که راستی و درستی است، میخواهم بگویید شما در اندیشه چه برنامه ای دارید تا اون را برگزیده، نپذیرفته. نه گفتم چشم بسته بگیم آری، نه. این دین، خود دین یعنی دید. یک چیزی رو میبینیم و میسنجیم، اون دینه. واژه دین گفتم به اوستا دینو یعنی دید، سنجش، نه اون دین سامیست که به معنی فرمانه. هر دو هم آوا هستند. دین دین فرهنگ ایرانی دیده، دین فرهنگ
سامی فرمانه. این دین را که از آن کسی است که مانند تو گردیده، یعنی ما باید خداوار باشیم، راه خدایی رو به اندازه‌ای برگزینیم و بپاییم که خدا و خدا نما باشیم، خداگونه باشیم. این دین را که از آن کسی است که مانند تو گردیده به همه فراز میگوییم. باری خدای دانا، باید یک کس این پیام را با منش نیک و از راه راستی گوش کند. تو نیز گواه باش که کدام یک از دوستان و کدام یک از خویشاوندان از روی دستور زندگانی می کند تا برای مردم آبادی راهنمای نیکی باشد. یعنی همه کس باید اینجا آباد باشیم. و اکنون این از تو میخواهم ای خداوند جان و خرد، به فرشوشتر که یکی از پیروان والای زرتشت بود و دیگر یاران من که در شهریاری نیک تو هستند، بهترین شادی و پیوستگی با راستی را بده. ما همواره فرستادگان تو خواهیم بود. آن چیزی که پیامی که دریافتند، اون هم از راه راستی و از راه اندیشه نیک، اون رو مانند فرستادگان خدایی خواهیم به همه رساند. دوم کسی، ای جاماس به دانا. جاماس یک دانشمند برجسته ای، یکی از شاگردان زرتشته بود. ای جاماس به دانا، پیش برنده ای که برای سودرسانی آماده شده به این آموزش ها گوش کند. کسی که راست گفتار است هرگز اندیشه پیوستگی با دروغکار را در خود نپرورده است، زیرا او از کسانی است که وجدانهای خود را در روز بزرگ، روزی که ما راه خودمون برمیگزینیم، با بهترین پاداش وابستند و اون پیوستگی به دستور راستی و درستی است. همچنان که گفتم بندو یکی از بدخواهان سرسخت زرتشت است. زرتشت میخواهد که او را به راه راست و دین بهی راه نماید، یعنی نمیخواه اونو بکشه. زرتشت میخواه بدترین دشمن خود را به راه راست راه نمایی کند و اون رو درست بفهماند که چی درسته و چی نادرست.
خب اینها بدبختانه کسانی که گوش نمی کنند و مردم را فریب می دهند و این مردمی که کورکورانه ازشون پیروی می کنند اونها را کاری می کنند که اونها برای اینها بجنگند و خون بریزند و مردم بکشند که ما داریم میبینیم که داره این جهان نشون میده. به هر رو زرتشت یک چیزی که میخواه حتی بدترین دشمن خود را به راه راست راهنمایی کند. اون هرگز کسی رو نمیخواد که با زور اون رو بگه که این چیزی که من میگم باید اینو بپذیری. نه، همش همین میگه که بهترین گفته ها را با گوش بشنوید. یعنی اون زمان با گوش میشنیدیم، برای امروز میبخشید من بجای گوش چشمانم روی اینترنته، همه چیزها رو از اون میبینیم، تازه ترین چیزها رو هر روز میبینم، یک چیزی بهتر از اون یکی شده، تلفون ها بهتر میشه، این بهتر میشه، راه رفتنمون، پروازمون، همه چیزامون بهتر و بهتر میشه. امروز ما باید همه چیزها رو در برابر پیام زرتشت که در این 17 سرود فشرده شده میبینیم که یک، من میخوام یک کسی دیگه بیا بگه که زرتشت اینجا که یک چیزی گفته اون نادرسته یا به کار برده نمیشه یا با دانش امروز اینجور نمیاد. همه اینها رو ما نمیبینیم. در 17 سرود چیزهایی گفته که میبخشید دیروز تازه بود، امروز تازه هست و تا اون جایی که من میبینم هزاران سال تازه خواهد بود و ما خودمون اون چیزی که این 3700 و باید گفت نزدیکای 55 سال پیش دریافت، ما خواهیم با این چیزهایی که در دست ما هست بهتر و بهتر بفهمیم و زندگانی بهتری داشته باشیم. خواهش میکنم. سپاس فراوان. استاد جعفری، ما یادمون باشه که بزرگترین دشمن دروچ یا چیزی که به ما صدمه میزنه آزادیه، چون وقتی یک شخص آزاد باشه و تحقیق میکنه درباره دانش و دانش آن دروج را یا اون باوری که خوب نیست، اون دیدی که خوب نیست، چیزی که به انسان صدمه یا ضرر میزنه از بین میبره. برای همین اشو زرتشت گفته که کورکورانه چیزی رو باور نکنین و میگه اگر کورکورانه چیزی رو باور بکنین همچنین سخنان من را، شما دشمن منین، سخنان من رو گوش بدین زیر آزمایش بذارین، سخنان دیگر رم زیر آزمایش بذارین و پرسش بکنین و برای خودتون با آزادی خودتون با دانش خودتون میتونین آن چیزی که راست هست آن را کشف بکنین. و هی به ما داره
این امکانات رو میده که هر شخصی برای خودش بتونه فکر کنه با آزادی خودش و بسنجه که خوب و بد چی هست. و آن کسانی که میخوان مردم کورکورانه دنبالشون بکنن، دنبال باوراشون بکنن، این یه چیز خطرناکیه براشون، چون اون موقع دروغشون کشف میشه و از نیرو آنها میفتن. یه چیز زیبایی که اینجا استاد جعفری به ما آموزش داد اینه که در فرهنگ ایران دشمنت هم باید دوست داشته باشی و با آرامش و با دانش بتونی نظریه یک شخصی رو عوض کنی. با خشونت و شکنجه و این چیزها اون شخص اتفاقا بیشتر بر علیهت میشه و لج میکنه و هیچ روشنایی به این شخص نمیدی. این فرهنگ زیبای ایران که واقعا آزادی بخشه، که ما کسی رو شکنجه نمیدیم، ما برده ای نداشتیم، ما کسی رو زندان نمینداختیم. ما اینها رو باید بهشون آموزش بدیم که بذاریم در راه راستی و در راه عشا زندگی بکنن و بتونن این جهان رو بهتر بکنن و دست به دست کسانی که پیرو عشا هستن با آنها پیوند ببندن. که ما میبینیم که در فرهنگای دیگر، در بابلیا که داشتن یا آشوریا که داشتن در زمان قدیم یا زمان کهن، ما همچین فرهنگی در اجتماعهای دیگه، در فرهنگهای دیگه اصلا پیدا نمیشه. و واقعا درود بر زرتوش که همیشه آسایش و آرامش میخواست برای همه جهان هستی، جهان اهورایی. یک پرسشی که من از بابا دارم این هست که مادها، ما دو تا قبیله بزرگ داشتیم در ایران، یه دونه پارس ها بودن که ناحیه‌ای بود که هخامنشیان زندگی می‌کردن و مادها شمال پارسا بودن و اگر اشتباه نکنم از شمال آذربایجان تا جایی که میرسید به فارس، تمام این ناحیه که امروز ما مثلا بهش میگیم آذربایجان، مادها اونجا زندگی میکردن. و این واژه آذربایجان ریشه‌اش چیه دکتر جعفری؟ آذربایجان تازی شده، عربی شده، آذربایگانه. آذر یعنی آتش، درست؟ آتش یعنی جایی که آتش بود. و ما میدانیم که در ارومیه تخت سلیمان بزرگترین آتشکده ما اونجا بود و یک چیزی که ما امروز از این گاز و این چیزا سود میبریم، آشپزخونه ما و چیزهای دیگه و کم کم شاید اتومبیل ها، ماشین های ما هم با گاز رانندگی بکنیم که هوا رو تازه نگه میدارن. ما اون زمان لوله کشی از زمین گازده که نفت در اون زمان، خود واژه نفت که همه زبانهای اروپایی نفتالین و این چیزا رو دارن، فارسیست، یعنی آریاییست، آریایی ایرانیست. ما نفت داشتیم،
لوله کشی کرده بودن و اون آتش آتش گازی بود که ابو دلوف یکی از تازی زبانان مصری که همه جهانگرد بزرگ بود، اون هنگامی که اینجا میگه این زرتشتی ها یا مجوس ها به گفته خودشون این مجوس ها این آتشکده دارند که آتشش نه دود داره نه خاکستر، همش همینطور روشن روشنه. یعنی این خودش در نیافت که گاز چیه. درست. و ما صده ها پیش از اون در زمان ساسانیان اینجا ساختند و آذربایجان جاییه که این آتشکده تخت سلیمان که نامش تخت سلیمان گذاشتن این بود. آذربایجان همه نامش اردبیل، ارتا ویرا، یعنی راستکار، شخص راستکار. درست. آرتا یعنی راست، ویرا یعنی شخص. ویرا شخص. ویرا شخص. آرتا راست. راستکار تبریز تبا ریچا. کسی که از گرما میکاهد، گرما کم میشه. همه اینها نشون میده که این یک جایگاه بسیار مهمی برای ما در زمان هخامنشیان، اشکانیان و به ویژه ساسانیان بود و تا زمان صفویان هم بود. زبان آذری باید یک از یک آذربایجانی شادروان احمد کسروی نوشته که اون صفویان بودن که خودشون زبانشون تالشی بود، یکی از زبانهای ایرانی آذربایجان. تا یک زمانی تالشی زبانان نمیدونم هنوز هستن یا نیستن، ولی شاگرد کسروی و یکی از دوستان بسیار نزدیک من یحیی زکا، روان شاد باشه، اون رفته بود با این تالشی ها رو پیدا کرده بود که در آذربایجان ما و اون چیزی که امروزا آذربایجان شمالی و به اصطلاح برای خودش آزاد هست، اونجا دیده بود که این زبان اینجا بوده. در زمان صفویه که خودشون تالشی زبان بود، برای اینکه مریدانشون ترک زبان بودن، زبان ترکی رو در اونجا راه دادن و مردم کم کم ترک زبان شدن. یک چیز تازه‌ای نیست. خود همین ترکیه هنگامی که ما نژاد ترک‌ها این ترکیه رو می‌بینیم، اینا ترک نژاد نیستن. درست. ولی ترک زبان هستن. و تا دیروز که امپراتوری عثمانیه یا شاهنشاهی عثمانیه اونجا بود، زبان فرهنگیشون فارسی بود. این موروی بلخی که از اونجا پا شده اونجا اومده در قونیه و زبان فارسی،
و همه میدونن که اون ترکی نمیدونست. با زبان فارسی اونجا اومد و برای خودش یک باید گفت جایگاه بلندی و بالایی اونجا بنیاد گذاشت. بنابراین یک چیزی هست که باید اون چیز کسروی رو خواند که خودش آذربایجانی و تبریزی بود که چگونه زبان امروزی این ترکیه آذری شده. باشه، از من اگر بپرسید زبانتون تا اون جایی که میتونید نگه دارید. ما نمونه هایی در زمان هخامنشیان داشتیم که 23 مردم قوم هر کدام به فرهنگ و زبان و باور و همه چیزهای خودشون آزاد بودن. هیچ کس فشار نمی آورد ارمنی تو باید زبان فارسی اخامنشی رو یاد بگیری، یا تو باید این باشی، باورت این باشه، پوشاکت این باشه. نه، همه آزاد بودن و اکنون هم می توانیم در ایران آذری آه به زبان ترکی خودش قشقایی، قاف به زبان ترکی خودش، بلوچی به زبان خودش، اونهایی که فارسی زبانن به زبان خودشون، یا بوشهری به گویش لهجه خودش، همچنان مازندران، گیلان، گیلکی، همه می توانیم با هم دست به دست، شانه به شانه زندگی خوب را انجام بدیم. درود بر شما. و پیامی که دادین برای همین فراموش نکنیم که همین جور که استاد گفتن، هخامنشیان هیچ وقت هیچ زوری به هیچ سرزمینی نیاوردن که شما باید زبانتون رو عوض کنین، فرهنگتون رو عوض کنین یا دیدتون رو عوض کنین. برای همین آن جاهایی که در ایران این فشار روشون اومده، چه از ترک‌ها، چه از مغول‌ها، چه از عرب‌ها، شما میتونین به آزادی خودتون برگردین و به اون چیزی که بودین، چون این آزادی رو که هخامنشیان به کشوران دیگه داده بودن به ما نداده بودن. همین زبان ترکی که اومده در آذربایجان، این با زور و فشار آمده و هر باور دیگه‌ای که با زور و فشار آمده بر روی ما ایران و در استانهای گوناگون ایران، ما باید از زیر این بیرون بیاییم و به آزادی خودمون که فرهنگمون به ما آموزش میده، یاد میده، اینها رو دوباره پایگار بذاریم. همین ارومیه، این تخت سلیمان که با زور بسته شده و دیگر آتشگاه نیست، میتونیم دوباره این آتش زرتوش، این آذری یعنی آتش، آتش خرد و آتش دانش را دوباره برگردونیم به آذربایجان که واقعا قلب ایرانه و مادها اونجا زندگی میکردن برای هزاران سال. دوباره این فرهنگ زیبای ایرانی رو اونجا زنده بکنیم و برگردونیم به مردم و این آموزش رو بدیم که چه سرزمین آذربایجان چه سرزمین زیبایی و چه نام زیبای اصیل ایرانی یا اوستایی داره. گمان کنم نام اوستاییش آتراپاتگان بوده، امروز شده آذربایجان. خلاصه درود بر همه آذری‌ها
که نگهبانی کردن از اون سرزمین زیبای یه قسمت ایران ما. برنامه ما تقریبا به پایان رسیده. دوباره میخوام سپاسگزاری فراوان بکنم از پدر من، بابای من، استاد بزرگ من، استاد بزرگ هممون، استاد جعفری، که این زمان گذاشته و اومده اینجا. واقعا بعد سپاس فراوان بدیم به استاد ما. و هفته آینده من شهروز اش شما رو برنامه زرتوش میبینم. دوباره سپاسگزاری بسیار زیاد از تلویزیون پارس و تمام کسانی که اینجا سخت کار میکنن که این برنامه های زیبا رو برسونم به دست شما. خدا نگهدار.